در خصوص رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی به استحضارتون میرسونم. ما امروز رزمایش رو با دریافت یگانهای شناور نیروی دریایی چین و نیروی دریایی روسیه آغاز کردیم. پس از دریافت ما مهمانهامون رو با همراهی یگانهای شناورمون به سمت آبهای سرزمینی هدایت کردیم و پس از اینکه لنگر نمودند مهمانها و افسران و فرماندهان رو هدایت کردیم و ترابری کردیم به سالن توجیه و خدا رو شکر توجیه به نحو کامل انجام شد. سوالات تخصصی پرسیده شد. ما برای فردا بعد از انجام توجیه و بریف شدن کامل یگانهای شناور لنگر میکشن و ما در این رزمایش 7 فروند یگان شناور از جمهوری اسلامی ایران که یگانهای از نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی دریایی سپاه پاسداران همراه با نیروی دریایی چین و روسیه شرکت دارند. بعد از عزیمت به صوب نقطه الحاق یگانها فرماب میشن و صورتبندی و شرط خاصی رو تحت فرماندهی ناو تمام ایرانی سهند قرار میگیرن و عزیمت میکنن به سمت موقعیت تیراندازی و انشالله بعد از انجام تیراندازی سطحی یگانها یک تمرینات تاکتیکی خواهند داشت، ارتباط بین اتاقهای عملیات و بعد از اون بعد از ظهر و با شروع تاریکی ما تیراندازی شبانه رو خواهیم داشت و باز هم مخابرات تاکتیک و تمرینات اتاق عملیات، تمرینات تاکتیکی و برای فردا یکی از مهمترین تمرینات ما آزادسازی 2 فروند یگان شناور تصرف شده توسط دزدان دریایی هست که 2 ناوگروه تشکیل خواهد شد. یک ناوگروه با همکاری تعدادی از یگانهای شناور جمهوری اسلامی ایران، حالا چه سپاه چه ارتش، با همکاری یگان شناور نیروی روسیه و یک ناوگروه باز هم متشکل از یگانهای جمهوری اسلامی ایران با همکاری نیروی چین که حالا بحث نفوذ از سطح و هوا رو برای آزادسازی کشتی اول انجام میدن و کشتی اول رو آزاد میکنن، هدایت میکنن به سمت نقطه امن و بعد از اون اقدام میکنن برای آزادسازی کشتی دوم. و ما سناریو به این گونه برنامه‌ریزی کردیم که در کشتی دوم نفوذ از سطح صورت میگیره و دزدان بعد از این که به اهداف خودشون نمیرسن اقدام به تخریب و با آتش کشیدن کشتی میکنن که ما سناریو رو به این نحو بردیم که اونجا ما اطفاء حریق و مبارزه با صدمات احتمالی رو هم داریم. اونجا با استفاده از بالگرد نتسا و بحث یگان شناور شهید محمودی نتسا اطفاء حریق رو هم صورت میگیریم، بعد صورت میپذیره و یگان هدایت میشه به سمت نقطه مأمن و لنگرگاه و بعد از اون هم مراسم سانورژه رو داریم